مبرد های فریونی به خودی خود بسیار پایدارند حتی اگر تحت دمای بالا قرار بگیرند هرچند تحت شرایطی میتونند به فرم اسید در بیان برای مثال مبرد آر 22 رو در نظر بگیرید در دمای بالا دچار شکستن ساختار میشه و به فرم اسید هیدروکلوریک در میاد البته این اتفاق در حضور برای مثال جرقه تولید شده در هنگام سوختن سیم پیچ میفته. عکس عمل مبرد ها با آب باعث هیدرولیزه شدن و تشکیل اسیدهای هیدرولیک و هیدروفلوریک میشه. این اسیدها بسیار خورنده هستند. در های عادی حضور این اسیدها رو میشه در نظر نگرفت. اما در شرایط با رطوبت زیاد و دمای بالای سیستم هیدرولیز اتفاق میفته دما در اینجا نقش کاتالیزور رو برای شما بازی میکنه و باعث خوردگی شدید اجزای سیستم میشه نوع دیگر اسید موجود در سیستم اسیدهای ارگانیکه که در اثر شکستن روغن به وجود میاد این اسیدها زمانی که روغنهای پیوی یا پای استر با آب واکنش میدن به وجود میادش توجه بکنید فیلتر درایر ها برای جذب اسید نیز دارای مشخصات ویژه ای هستند وقتی که شما میزان اسید سیستمتون بالا میره به هر دلایلی این اسید در روغن شما جمع میشه و به صورت بخار در نمیادش تا با مبردتون در سیکل بگرده و توسط فیلتر درایر جذب بشه بنابراین نتیجه این خوردگی بالای کمپرسورتون هستش میزان کمی از این روغن توسط کمپرسور از سرسیلندرها خارج میشه و سیکل رو طی میکنه دوباره به کمپرسور برمیگرده اما به مرور زمان با کارکرد سیستم میزان خوردگی رینگ ها افزایش پیدا میکنه در مایع تاسیدی و نتیجهش فرار روغنه وقتی که شما فرار روغن دارید به سمت سیکل میزانی از روغنتون میتونه به فیلتر درایر بره همونطوری که میبینید توی این فیلتر درایر سطح پایینی فیلتر درایر سیاه شده این نشون دهنده اینه که روغن از کمپرسور خارج میشه وارد فیلتر درایر میشه میزانی از آلودگی هاش جذب میشه و دوباره به کمپرسور برمیگرده در این موارد فیلتر درایر نمیتونه به شما کمکی بکنه مواردی که روغن کمپرسورتون آلوده هستش شما اگر روغن رو هم عوض بکنید باز روغن جدید به زودی با شتاب بالای آلوده میشه دمای بالا میتونه باعث شکستن ساختار روغن بشه محصول شکستن ساختار روغن های مدنی و آلکل بنزین ها ساختاری لجم مانند و گاهی اوقات کربن پودریه که میتونید تو این فیلتر درایه ببینید یا در این کمپرسور بیتزر همونطوری که میبینید این لجن تشکیل شده به همین دلیل بوده توجه کنید دما در سیستم های مختلف متفاوته و دمای 130 درجه در خروجی شیر دیسچارج کمپرسور بعضی از سیستم ها غیر معمول نیست و دمای 150 درجه تحت شرایط مشکل دار به وجود میاد دلایل معمول این اتفاق هم کثیفی کندانسور نسبت تراکم بالا سوپرهیت بالای گاز ساکشن خرابی فنها و موارد دیگری هستش در مجموع دمای بالای دیسچارج میتونه نقش کاتالیزور رو برای شکستن ساختار روغن ایفا بکنه نشانه مشخص این اتفاق وجود ذرات آهن در کارتر کمپرسوره مس هم مثل آهن هست اما سرعت واکنش اون کمتره هرچند نتیجه پایانی هم یکی هستش این اتفاق باعث به وجود اومدن لجن خوردگی کمپرسور و سیستم میشه در مجموع هوا تسریع کننده یه زوال روغن میتونه باشه شما توجه بکنید در هنگام خرید گاز باید گازی رو خریداری بکنید که رطوبتی نداشته باشه بعضی گازها این ویژگی رو دارن که میزانی رطوبت تو خودشون دارن مخصوصا این گازهای چینی و توجه بکنید سیستمتون رو کاملا باید وکیوم بکنید بایستی به میزان دقیق وکیوم بشه که این رو در فیلم وکیوم کردن چیلر تراکمی به صورت کامل توضیح دادیم همونطوری که بر روی این فیلتر درایر مشاهده میکنید این فیلتر درایر فیلتر درایری هستش که برای خط ساکشن استفاده میشه مواردی که سیستمتون آلوده شده شما میتونید از این فیلتر درایر استفاده کنید افت فشار بسیار ناچیزی داره آلودگی های سیستمتون رو میتونه حذف بکنه ما اینو پیشنهاد میکنیم که تو مواردی که شما سیستم آلوده دارین شما میتونید این رو به سیستمتون با یک هزینه پایین اضافه بکنید در ساکشن کمپرسور از یک فیلتر درایر استفاده کنید کاری که بسیاری از سازندگان بزرگ می کنند هزینه کلی کار پایین هستش به هزینهش توجه نکنید چون نتیجهش بسیار عالیه نکته دیگه ای که در مورد فیلتر درایر ها هست نسبت مولکولار به اکتیو آلومینا هست میبینید اینجا 80 به 20 هست مولکولار قدرت جذب بالایی داره سطح بالایی داره اما تو مواردی که اسیدی هست سیستم آلومینای فعال بسیار کاربرد خوبی میتونه داشته باشه باعث جذب اسید میشه وقتی که شما کمپرسورتون میسوزه اولین اولین و مهمترین راهکاری که میتونید داشته باشید تعویض فیلتر درایر و قرار دادن درایر هایی هستش که قدرت جذب اسید بالایی دارند این فیلتر درایر ها توسط سازندگان مختلف معرفی میشن و به عنوان آنتی اسید شناخته میشن این فیلتر درایر ها رو خریداری بکنید بر اساس نوع و ویژگی های فیلتر درایر که توی کاتالوگ های سازندگان ارائه میشه و بر اون اساس این فیلتر درایر ها رو به سیستمتون اضافه بکنید تا بتونه میزانی از اسید موجود در سیستم رو جذب بکنه پس ما فهمیدیم که فیلتر درایر یک قطعه ثابت با ویژگی های ثابت نیست اندازه دانه بندی انگسترون ها با هم دیگه فرق میکنه مواد تشکیل دهنده با هم دیگه فرق میکنه مولکولار یا اکتیو آلومینا نوع کاربرد فیلتر درایر برای مبردها و روغنهای مختلف فرق داره در هنگام اسیدی شدن از فیلتر دلایر های آنتی اسید استفاده بکنید در هنگامی که رطوبت بالایی در سیکلتون وجود داره میتونید از فیلتر دلایر های 100 درصد مولکولار سیو استفاده بکنید که قدرت جذب رطوبت بالایی دارن